دوستان سلام با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو های مفعولی رو در زبان ترکی یاد میگیریم قسمت اول هستش دو جور زمیر مفعولی داریم آه که بنا به اون فعلی که کنارش استفاده میشه اون زمیر مفعولی یک پسوندی رو میگیره و با دو تا پسوند متفاوت اینا جدا کردم قسمت اولش رو تو این ویدیو قسمت دومش هم در ویدیو بعدی براتون دارم به مفعول در زبان ترکی میگن نسنه به زمیر میگن زمیر همون زمیره اک پسوند هستش درس امروزمون نسنه زمیرلری و اکلری شیمده خب بریم سراغ زمیرهای مفعولی اول بهتون بگم مفعول چیه دوستانی که نمیدونن مفعول چیه مفعول کسیه و یا چیزیه که فعل روی اون انجام میگیره مثلا شما میگید من با خواهرم صحبت کردم صحبت کردن روی چه کسی انجام گرفته شده رو خواهر اینجا مفعول جملمون خواهر هستش یا شما میگید پنجره رو باز کردم باز کردن رو چه چیزی انجام گرفته شده پنجره اینجا پنجره مفعول هستش حالا اگر اسمی در کار نباشه ما فردا بگیم ایشونو، و اونها رو مثلا اونها رو دعوت کردم دعوت کردن رو چه کسی انجام گرفته شده اونها اونها میشه چی مفعول اینجا زمیر اونها در فارسی با زمیر آنها حالت فائلیش یکیه ولی تو ترکی اینجوری نیست وقتی میاد حالت مفعولی میگیره فرق میکنه بریم سراغ زمیرامون ببینیم که چه شکلی هستن بنی بنی به معنای به من مثال میزنم بنی دینله بنی دینله یعنی به من گوش کن حالا در یه حالت دیگه بنی به معنای من را یعنی با پسوند را ترجمه میشه بنا به اون فعلی که حالی دار... داریم مثال میزنم بنی گردونمه بنی گردونم من را دیدی خب اینجا فعل گرمک یعنی دیدن وقتی به فارسی ترجمه میشه میشه چیزی را دیدن کسی را دیدن به خاطر همینه که حرف اضافه را رو کنارش داره سنی سنی یعنی به تو خب این حالت فائلیش کلمه سن هستش و یا قبلی حالت فائلیش بدونم قبلی حالت فائلیش میگفتیم بن حالا چون پسوند ای گرفته بنی نمیگن میگن بنی که یه هماوایی داشته باشه با صدای ایه کنارش گفته بودم صدای حرف ا صدای ا و یا ا میگیره در زبان ترکی وقتی یه کلمه ای رو شما با تلفظ ا و یا ا مثلا تغییر بدید قاطی بکنید کجا ا میشد کجا ا میشد زیاد در معنای کلمه تاثیر نمیذاره یعنی کلمه تبدیل به یه چیز دیگه نمیشه این جز اون صداهایی هستش که اگر اشتباه تلفظ بشه موجب تغییر معنا نمیشه بعضی از لحجه ها این رو بنی تلفظ میکنن و یا رفتیم تو سن در حالت استاندارد باید سنی تلفظ بشه ولی خب تو بعضی لحجه ها سنی هم تلفظ میشه اینم گفتم که بدونید ولی خب تلفظ درست و معیارمون که تلفظ استانبول هستش میگن سنی مثال میزنم سنی دینلدم سنی دینلدم یعنی به تو گوش کردم به حرفت گوش کردم حالا سنی در حالت تورا که مثلا ترجمه بشه به تورا سنی سویوروم سنی سویورم یعنی را دوست دارم اونو او نو. خب پسوند او باید میومد میشه کنار او خب بعد چون این دوتا حرف صدادار کنار هم نمیشنن یه حرف بی صدا باید بینشون قرار بگیره که اینجا حرف بی صدای نه اومده به خاطر همون پسوند نو یعنی به صورت نو این پسوند به او چسبیده ولی خب اصل پسوند یه قرار بود به چسبه پسوند او هستش اونو یعنی به آن و یا به او اگه جاندار باشه او. او مثلا انسان باشه او اونو دینله یعنی به اون گوش کن میتونه یه آهنگی باشه یا میتونه یه شخصی باشه اونو دینله به آن گوش کن اونو در معنی آن را و یا او را اونو آل اونو آل آن را بخر یه چیزی هم بگم معمولا ضمیر اورو برای انسان آم کم به کار میبرن ترجیح میدن اسمشو بگن آره ترجیح میدن اسمشو بگن مثلا تو انگلیسی و فرانسوی اگر از ضمیر فرضا مذکر و یا مهندس استفاده میکنن مشخص میشه راجع به کی داری حرف میزنی اینجا بیشتر اسم رو به کار میبرن تا برای یک انسانی بیان زمیر او رو به کار ببرن اینم گفتم که بدونید ولی خب استفاده میکنن کم استفاده میکنن. بیزه بیزه یعنی به ما حالا بیز رو میان جمع میبندن میشه ماها بیزلری میشه به ماها بیزلری به ماها Uh, البته یه چیزی هم بگم درسته که صدای ای در آخر بیزلری اومده uh, ولی ای کامل تلفظ نمیشه اونم بگم مثلا آم... چی جوری بگم یه جوری این ای آخری با ای اولی فرق میکنه مثلا این ای اولی ای کامل گفته میشه ای خالصه این یکی یه خورده خفه میشه اون آخر کلمه مثلا میشه بیزلره نمیشه بیزلری یه باری میگم بیزلره بیزلره ای اول با ای آخر یه مقدار فرق میکنه ای آخر چون به آخر کلمه میرسه یه جورایی به اصطلاح خورده میشه همچین یه خود خفه تر صداش در میاد اوکی بیزی آرا بیزی آرا یعنی به ما زنگ بزن و یا میتونیم بگیم بیزلری آرا یعنی به ماها زنگ بزن بیزلری آرا آرا به معنای جستجو کردن و یا زنگ زدنه bizi mara bizleri mahara mesela miyim bizi gör bizi gör yani mara bebin bizleri gör bizleri gör سیزی sizi به شما سیزلره به شما ها سیزلی به شما, ها. به شما ها. اگه دقت کنیم باز ای آخر یه مقدار خفه تر در میاد سیزه آرادم سیزه آرادم به شما زنگ زدم سیزلری آرادم به شما ها زنگ زدم آرتمخب aradım. شما را سیزلری شماها را سیزی و یا سیزلری گردوم به معنای شما رو دیدم گردم گذشته فعل دیدن هستش در حالت اول شخص مفرد سیزی گردوم سیزلری gördüm. Onları Onları Yani Be işan Be -anha. Onları dinle Be unha Guşkon Onları dinle onları ve manayı anhara. onları al onhara beخر onhara beخر onları al Farsça şöyle duruyor mu bilmiyorum ne bilmiyorum okey şunu bunu şu ve bu گفتم دوتاشان به معنی این هستش بعضا شو رو برای اجسام دور هم استفاده میکنن شوی خورده متفاوته یعنی هم برای این استفاده میشه هم برای آن ولی اونجوری که من مشاهده کردم بیشتر برای این استفاده میکنن هرچند اگر خودشون به آن ترجمش بکنن بیشتر به عنوان این استفاده میکنن وقتی یه خارجی ابزرو میکنه نگاه میکنه مثلا زبانشون رو مطالعه میکنه میبینه اونجوری که تو قواعدشون نوشته نیست در حالت کاربردی از شو به عنوان این استفاده میکنه خب شونو بونو در حالت مفعولی به این معنا میده مثلا میگن شونو دینله و یا بونو دینله یعنی به این گوش کن شونو دینله بونو دینله خ خب بهم سراغ بعدی شونو بونو به معنای این را شونو آل بونو آل مصلا میری توی مغازهای ثا بغل رستیتون که اینو بخر شونو آل بونو آل şunları, bunları. İnan derhalate, cam hastiş. Şunları, bunları ve manayı be inha. Mesal mi Şunları dinle, bunları dinle. Beyin ha kuşkan? İnanmışı maniş. Şunları dinle, bunları dinle. Hop şunları aldım. bunları به معنی اینها را مثلا میگیم چی شونلری aldım بونلری aldım یعنی اینها رو خریدم و یا گرفتم به معنی گرفتن هم Mide, e, maniye gereften ham dara almak. Mesela al yani begir, veya bexar. Jöfteş am maniye mide. Onları, be menei be anha, onları dinle. Yani be anha, guş kon. Onları dinle. Onları ve manayı onha'ra miğim çi onları say yani onha'ro 5 mar onları say Hop ye yanbandı mıknam inja beni seni onu bizi sizi onları یه بار دیگه میخونم بنی سنی اونو بیزی سیزی اونلارو زمایر اشاره رو میخونم شونو شونلارو بونو بونلارو اونو اونلارو دوستان امیدوارم یه قلم کاغذ تهیه بکنی قلم کاغذ که میگم یه دفتر برای های... زبان ترکیتون بردارید اینها رو اونجا یادداشت بکنید ویدیو رو استوب بزنید قشنگ یادداشت بکنید بعد یکی دوبار این قسمت که تلفظ میکنم و حسابی گوش بکنید و یادداشتاتون رو کنار خودتون داشته باشید چون همه اینا رو باید یادداشت بکنید و اگر مرتب تکرار نکنید خیلی راحت از یادتون میره خب یه بار دیگه در حالت با زمین اضافه حرف اضافه را میخونم همونه بنی سنی اونو بیزی سیزی اونلر میشه چی؟ میشه شونو شونلاره بونو اونو اونو خب اینارم. رو هم خوندم خب دوستان موفق باشید یه چیزی میخواستم بهتون بگم من چون دیر به دیر ویدیو میذارم و یا حالا مونده فرصت داشته باشم برنامه جور بشه زود زود بعضی وقتا میذارم بعضی وقتا دیر به دیر میذارم بعد سابسکرایب دکمه زنگوله رو بزنین که بدونین چه زمانی ویدیو ها میاد که مثلا اگر فاصله یه ویدیو بعدی بیشتر شد زنگوله رو وقتی زده باشین میفهمین که مثلا یه ویدیو جدید اومده از من و یا وقتی لایو میذارم متوجه بشین که من اون لحظه لایو دارم و بتونید بیاید عزیزانی که خارج از ایران هستن راحت تر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن میتونن که موقعی که من لایو میذارم اون موقع بیاید و سوالاتتون رو بپرسید اوکی ام زیر ویدیو هر چقدر خواستید کامنت بذارید سوال بپرسید من به سوالاتتون جواب میدم همین دیگه مراقب خودتون باشید یادداشت بکنید تکرار بکنید موفق باشید